Well, on the first matter, public execution. خب در مورد نخست اعدام در ملأ عام در یک ورزشگاه طوری که ادعا شده توسط یکی از اعضای خانواده مقتول انجام شده است نقض حقوق بشر است. این یک نوع مجازات ظالمانه غیر عادی و نقض قوانین بین المللی است. من با همکارانم و نیز کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر در این مورد واکنش نشان دادیم. کاملا مخالف اعدام هستیم و خواستار متوقف شدن آن میباشیم. این ششمین اعدام است و ما محکوم میکنیم. ما همچنین افزایش تنبیه بدنی عمومی را که شامل مجازات شلاق زدن مردم در ملأ عام است محکوم میکنیم. این نیز خلاف قوانین بین المللی حقوق بشر است. همانطور که میدانید طالبان 3 سال پیش عفو عمومی اعلام کردند. آنها گفتند که هیچ انتقام از سربازان پیشین نیروهای مسلح افغانستان گرفتن نخواهد شد. با این حال ما در حال جمع آوری بسیاری از این گونه گزارش ها هستیم، از جمله قتل غیرقانونی اخیر. از مقامات طالبان می خواهیم که کشتار سربازان پیشین را در راستای عفو عمومی که از سوی رهبریشان اعلام شده است متوقف کنند. By the leadership of the de facto authorities. و اما این تنها مورد اعدام نیست. بر بنیاد آمارهایی که خود طالبان به گونه رسمی اعلام کردند، 30 حکم دیگر اعدام نیز روی میز رهبر این گروه برای تایید قرار دارد و همچنان نگرانی های زیادی در مورد چگونگی استقلالیت محاکم طالبان وجود دارد و گفته می شود که حتی متهمان با وکیلان مدافع در دادگاه نیز دسترسی ندارند. Of course, the first responsibility is on the national authorities. البته مسئولیت اول بر عهده نهادهای ملی است که به طور عینی و بی‌طرفانه تحقیق کنند. در صورت لزوم در دادگاهی که به درستی تشکیل شده باشد طبق روند قانونی و معیارهای حقوق بین‌المللی از جمله دسترسی متهمان به وکیل مدافع متهمان را محاکمه کنند. و اگر این گونه نیست جامعه بین‌المللی مسئولیت دارد تا در این زمینه تا حد زمینه پاسخگویی را فراهم کند. یکی از نهادها محکمه بین‌المللی جرایم است که در حال بررسی وضعیت افغانستان است. همچنان این امکان وجود دارد که کشورهای مختلف از آنچه صلاحیت جهانی نامیده می شود برای تعقیب جرایم ارتکابی در افغانستان استفاده کنند. این به کشورها بستگی دارد که چگونه تصمیم می گیرند. پس با این حساب نیروهای مسلح افغانستان با خطرهای جدی روبروستند، چنان که گزارش های خود شما نشان می داد که نیروهای مسلح پیشین افغانستان به گونه خودسرانه بازداشت می شن، شکنجه می شوند، به قتل می رسند و حتی ناپدید می شوند. We are very concerned about that, and actually, it's not only my reports. ما در مورد آن بسیار نگران استیم. در واقع این فقط گزارش های من نیست. یونما نیز گزارش های را منتشر کرده که نگرانی های زیاده در مورد ناپدید شدن، کشتار، بازداشت های خودسرانه و بدرفتاری با اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان وجود دارد. همچنان گزارش های معتبر از سوی سازمان های غیر دولتی بین المللی منتشر شده است. من نیز برخی از این قتل ها را مستند کردم و بسیار نگران استم که عفو عمومی اعلام شده رعایت نمی شود و باید به عفو عمومی اعلام شده احترام گذاشته شود و اگر در جاهایی که رعایت نمی شود تحقیق کنند و مکانیزم پاسخگویی ملی و بین المللی فراهم شود. پس خطرها در برابر نیروهای مسلح افغانستان نسبت به گذشته افزایش یافته است. من فکر می کنم که در حال حاضر 3 سال است که در مورد خطرها، تهدیدها و خشونتها در برابر سربازان پیشین افغانستان نگرانی وجود دارد. آمار غیر قابل قبول بالایی وجود داشته است که مستند شدند و به نظر نمی رسد که خطرها کاهش یافته باشد. من در واقع آماری از 3 ماه گذشته ندارم بگویم که آیا این خطرها بیشتر از قبل شده است یا نه، اما واضح است که این خیلی وقتها اتفاق می افتد. این به طور مرتب اتفاق می افتد و باید متوقف شود. And it must stop. و در مورد وضعیت زنان چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که اوضاع در برابر زنان نسبت به 3 سال پیش وخیمتر شده؟ I'm very much on the record of saying that the rights of women and girls are deteriorating. میدانید من بارها گفتم که حقوق زنان و دختران رو به زوال است. وضعیت نسبت به هر سال بدتر شده است. آنها در مسیر رو به پایین هستند که نگرانی بسیار زیادی وجود دارد. وضعیت به سطح از آزار اذیت جنسی میرسد که جنایت علیه بشریت است. افغانها و دیگران نیز موضوع اپارتاید جنسیتی را مطرح کردند.
اپارتاید جنسیتی در واقع یک قانون بین المللی نیست، اما پیکار برای ایجاد آن به عنوان جنایت علیه بشریت وجود دارد و این می تواند از سوی محکمه بین المللی جرائم و تحت صلاحیت جهانی مورد پیگرد قرار بگیرد. و در این مورد به نظر می رسد که شواهد کافی برای تحقیقات و پیگرد احتمالی وجود دارد.